با عرض سلام خدمت شرکت کنندگان و, و بینندگان محترم برنامه در نشستی دیگر از سلسله برنامه های واحد اندیشکده حجا هستیم در خدمت جناب آقای عربشاهی فعال سیاسی و عضو همبستگی حجا موضوع این, موضوع این برنامه هست در دفاع از دموکراسی بر اساس الگوی شاخص دموکراسی اکونومیست و مدت چیز هم حدود 45 دقیقه خواهد بود و بعد از اون ما در خدمت شما عزیزان خواهیم بود که میتونیم در بحث میتونید در بحث شرکت کنید چیزی برای به برنامه خودتون چه خوش آمدید ما شما رو میشنبید بفرماید بله خیلی ممنون من هم سلام دارم خدمت همه کسایی که تو برنامه شرکت کردن و کسایی که ممکنه بعدا این برنامه رو به صورت ضبط شده ببینن یه خلاصه در واقع اگر بخوام بگم در مورد موضوعی که میخوایم صحبت بکنیم برای همجور که از عنوان مشخص هست بحث دفاع از دموکراسی هستش و شاخص دموکراسی اکنومیست که جلوتر بریم توضیح خواهم داد ابتدا من این رو بگم که اصلا چرا ضرورت دفاع دوباره از دموکراسی به وجود اومده ببینید شاید اگر برگردیم مثلا به 15 سال قبل 20 سال قبل تصور عمومی این بود که مخالفان دموکراسی حکومت هستش، حامیان حکومت هستند و اون کسایی که در طیف اپوزیسیون، در طیف مخالف و منتقد جمهوری اسلامی هستند دیگه در مورد اصل دموکراسی حداقل در کلام کسی اشکالی وارد نمیکنه و همه در این مورد متحد هستند. اه، اما اه، فکر کنم اتفاقاتی افتاده که ما رسیدیم به نقطه‌ای که ضرورت پیدا کرده دوباره از دموکراسی دفاع بکنیم و یه سری اصولی که شاید برای ما برای نسل ما یا کسایی که از ما قدیمی‌تر هستن تقریباً بدیهی شده بود برای نسل جوان الزاماً اونقدر بدیهی نیست صحبت من از اینجا شروع بکنم که حال اون زمانی که من, من در صحبت میکنم برمیگرده به دهه 90 میلادی که میدونیم دهه 90 میلادی به یه نوعی زمان طلایی گفتمان دموکراسی در جهان بود خیلی از کشورها داشتن یکی بس از دیگری گذار میکردن از حکومت‌های اقتدارگرا و به شکلی از حکومت‌های دموکراتیک تبدیل میشدن کسی هم تصور نمیکرد که این روند متوقف بشه یا حتی به نوعی معکوس بشه ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم الان چندین سال هستش که تقریبا هیچ کشور مهمی گذاره به دموکراسی رو تجربه نکرده بهار عربی که خب ابتدای در واقع سال‌های 2010 2011 بود و یه امیدی رو ایجاد کرده بود که شاید قرار هست که دموکراسی به کشورهای عربی و اسلامی هم در واقع برسه با شکست رو برو شد تقریبا خیلی از کشورها شکست سنگینی رو خوردش مثل سوریه در مصر اگرچه مثلا در ابتدای تغییراتی صورت گرفت اما اونم سریعا برگشت به حالت قبلی تنها نمونه موفقش تونس بود که میشد گفت که به حال تا حد این گذار به دموکراسی رخ داده اما هم در دو سال اخیر با روی کار اومدن قیس سعید به عنوان یه رئیس جمهور و اقداماتی که انجام داد مثل در واقع انحلال مجلس کنار زدن نخست وزیر حتی شورای عالی قضایی رو منحل کرد و تغییراتی که اخیرا در قانون اساسی داد عملا یک سیستم کاملا انفرادی رو ایجاد کرده و متاسفانه تونست هم میشه گفت که برگشت به عقب حالا این موضوع خب برای, برای من جالب بود و اینکه بیایم نگاه بکنیم که چرا در واقع ما با یه همچین موج معکوسی شاید رو به رو هستیم در این طرف هم حالا اینم باز اشاره بکنم میبینیم که در بین نیروهای اپوزیسیون ما همونجور که گفتم صداها داره میاد یواش یواش در مخالفت با دموکراسی یعنی کسانی هستن که حالا میان مثلا میگن که خب اولویت ما حتی صحبت بعد از جمهوری اسلامی هستش یعنی حالا زمان جمهوری اسلامی که اصلا هیچ ولی حتی فرض اینکه که جمهوری اسلامی بیفته کسانی میگن که ما اولویت ایران چیز است. مثلا ما باید تمرکز رو بذاریم روی توسعه و نیازی به دموکراسی نیست حداقل در ابتدا نیست یه ده سال 20 سال تمرکزمون اولویتمون رو توسعه باشه یا بحثی مثل امنیت رو مطرح میکنن که امنیت به حال ممکنه که به هم بریزه کشور به سمت تجزیه بره به سمت فروپاشی بره و یا اینکه این بحث که به حال زیر ساختها و نهادهای لازم برای دموکراسی نداریم اول باید یک حاکم سکولار مصلح اقتدارگرا یا دیکتاتور بیاد اون زیر ها و نهادها رو بسازه و بعد مثلا حالا یه زمان نامعلومی در آینده شرایط که آماده شد میریم برها به سمت دموکراسی هم همه حرکت میکنیم یا به حال کلا تم... میبینیم این گفتمان که دموکراسی رو کم اهمیت بشمرن هم دیده میشه خب این این جلسه در واقع من اول یه مروری به امواج دموکراسی که حالا نوشته معروف هانتینگتون هست میکنم حتما خیلی ها خوندن ولی مرورش بد نیست بعد میرسم در واقع به معرفی شاخص دموکراسی اکونومیست یا اکونومیست اینتلیجنس که وقتی در واقع شاخص دموکراسی منظور همون دموکراسی ایندکس هستش که چطور در واقع میاد دموکراسی رو به صورت عددی کمی کوانتیتیتیو در میاره و کشورها رو دستبندی میکنه و سال به سال گزارش میده و گزارش سال 2021 کشور رو یه نگاه مختصر خواهیم کرد که آخرین گزارش هست و وضعیت ایران رو سعی میکنیم در این شاخص بررسی بکنیم در مورد اون امواج دموکراسی و عقبگردهایی که داشته ما اگر بخوایم سه تا موج اصلی دموکراسی رو ببینیم به حال موج اول دموکراسی تقریبا میشه گفت در دهه 1820 میلادی شروع شده و نزدیک 100 سال طول کشیده اونطوری که حالا هانتینگتون در مقالش میگه تا 1926 رو اشاره میکنه تو این دوره در واقع که اون موج اول هست حدود 29 کشور گذار میکنن و تبدیل به شکلی از دموکراسی میشن اما نکته جالب این هستش که ما هر کدوم از این امواج یه ریورس ویوی هم داشته یک موج معکوسی هم داشته که به دنبال اون موج دموکراسی اومده اه و اینطور نبوده که ما مثلا یک فرایند خطی رو در توسعه دموکراسی در جهان داشته باشیم همینطور تعداد کشورها زیاد بشه نه یه جایی اومدن تعدادی از کشورها دموکرات شدن بعد موج معکوس اومده موج معکوس یه سری رو برگردونده به وضعیت اقتدارگرایی و دوباره حالا موج دموکراسی بعدی این از یه جهت ناراحت کننده است از یه جهت خوشحال کننده است اون بخش ناراحت کننده است اینه که برای میدونیم که این وضعیت دموکراسی الزاما خیلی هم پایدار نخواهد بود در کشورها ولی بخش امیدوار کنندش اینه که وقتی ما الان می‌بینیم چندین و چند سال هست که تقریبا هیچ کشور مهمی درش گذار به دموکراسی رخ نداده بعضی کشوران برعکس شدن می‌بینیم که این یک شرایط خیلی عجیبی هم نیست یعنی موج اول و دوم دموکراسی هم اون موج معکوس یا ریورس ویو رو داشته و حالا الان شاید ما به یه نوعی در موج معکوس سوم هستیم البته حالا شاید کسی معتقد باشه که یه موج چهارمی هم اومده ما موج معکوس چهارم اونا رو دیگه برای بررسی کرد ولی در موج دوم دموکراسی این موج معکوس اول حالا اگر بخوایم بگیم از 1922 که روی کار اومدن موسولینی هست شروع میشه تا 1942 دقیقا اون 20 سالی که میدونیم خب موسولینی میاد روی کار هیتلر میاد روی کار توی این در واقع دوره و جنگ جهانی رو داریم توی این دوره تعداد کشورهای دموکرات که گفتیم 29 تا شده بوده از 29 به 12 کاهش پیدا میکنه یعنی 17 تا از اون کشورها که به یک شکل تغییر کرده بودن و به دموکراسی تبدیل شده بودن برمیگردن و تبدیل میشن در واقع به کشورهای غیر دموکرات موج دوم دموکراسی کی در واقع میاد بعد از پایان جنگ جهانی دوم از 1942 تا 1962 خب خیلی از کشورها بعد از پایان جنگ به سمت دموکراسی میرن موج دوم دموکراسی رخ میده اینجا در واقع گفته که 36 کشور در این دوران دموکرات میشن و موج معکوس دوم از 1960 تا 1975 است که خیلی از کشورها در واقع به شکلی از کودتا در کودتاهایی که در دل جنگ سرد رخ میداد و اون رقابتی که بین شوروی و آمریکا بود ممکن بود که معکوس بشه مسیرشون و برگردن که تعداد دموکراسی ها میگه در پایان این موج معکوس به سی کشور کاهش پیدا میکنه و زمانی که خب این مطلب موج سوم رو موج سوم دموکراسی رو هانتینگتون نوشته در دل قضیه بوده و طبیعتا شاید اطلاعات فعلی رو نداشته که کدوم کشورها دموکرات شدن چه تعداد شدن ولی به میاد حالا بررسی میکنه به نوعی اینکه تو اون امواج معکوس چه چیزایی نقش داشتن که این برای ما هم خیلی مهمه ما یه اتفاقی که ممکن در آینده ایران بیفته این هستش که مثلا اگر جمهوری اسلامی برود ما در ابتدا یه گذار به دموکراسی داشته باشیم ولی با خطراتی روبرو هستش ممکن یک دیکتاتوری پوپولیسم بیاد ممکن یک جنبش ملی گرای اقتدارگرا بیاد و اینا رو برگردونه و اون عوامل موثر در امواج معکوس اگر بشناسیم میتونه به ما کمک بکنه که ب... به نوعی اون جاهایی که میشه بازی کرد و تاثیر گذار بود سعی کنیم جلوی امواج معکوس رو بگیریم خب عوامل موثر تو امواج معکوس اول و دوم بخوایم سرفصلش رو بگیم در واقع شماره یکش که خیلی هم مهم هستش ضعف ارزش‌های دموکراتیک در میان نخبگان و افکار عمومی هست یعنی نخبگان سیاسی و حتی افکار عمومی ممکنه که خیلی به ارزش‌های دموکراتیک احترام نذارن خیلی به این ارزش‌ها باور نداشته باشن این جایی است که به نظر من یک زنگ خطر رو ما برای همین ایران امروز میبینیم من فکر میکنم مثلا نسبت به 15 سال پیش نسبت به 20 سال پیش از نظر فرهنگ دموکراسی از نظر اهمیت دادن به ارزش های دموکراتیک چه بین نخبگان سیاسیمون و چه بین افکارمون یه مقداری ما کاهش رو میبینیم دوباره نکته دومی که تو اون عوامل موثر تو امواج معکوس اول و دوم هست نکته دوم بحث عقبگرد اقتصادی شدید هستش معمولا این های اقتصادی به یه نوعی تشدید های اجتماعی رو میکنه و این هایی که تو جامعه به وجود میاد و اون شرایط ناکارآمدی که وجود داره باعث میشه که به نوعی محبوبیت راهکارهای اقتدارگرایانه بره بالا یعنی دولت حکومت نمیتونه امنیت رو تامین کنه نمیتونه شرایط اقتصادی رو بهبود ببخشه نمیتونه رفاه جامعه رو تامین بکنه و کم کم این سوال پیش میاد که اساسا دموکراسی نمیخوایم ما ما میخوایم که یک کسی بیاد یا یک حزبی بیاد یا یک فردی بیاد اوضاع رو به صورت کارآمد اداره بکنه راهکارهای اقتدارگرایانه محبوبیتش اینجاها بالا میرفته باز نکته بعدی تو اون امواج معکوس اول و دوم قطبی شدن سیاسی اجتماعی هستش که اونجا میگه خیلی وقتا توسط دولت‌های چپی که دنبال رفرم سریع بودن جامعه رو قطبی میکرده نکته چهارم عزم محافظه کاران بوده که شاید یه نوعی واکنش به اون قطبی شدن سیاسی بوده که میشه عزم محافظه کاران در طبقه متوسط و بالا که برای حذف اون جنبش های چپ و جنبش های پوپولیستی از قدرت ارادهشون جمع کردن و سعی کردن حالا به طرق مختلف گاهی اوقات کودتا و طرق مختلف جلوی اونها رو بگیرن گاهی یکی از عوامل موثرم گاهی اوقات مداخله یک قدرت خارجی غیر دموکراتیک بوده که میتونسته بیاد و یک کشوری رو از حالت دموکراسی به وضعیت اقتدارگرایی برگردونه یه بحث دیگه هم که خب خیلی مهم هستش حالا تحت عنوان اثر گلوله برفی میشه ترجمه کرد که در واقع اون اثر اه، اه، به نوعی اگر بخوایم بگیم اسنوبال در واقع بهش میگن اون اثر گول برفی هستش که اتفاقی که میفته این هستش که کشورها معمولا از روی دست همدیگه پیروی میکنن ما به یه شکلی مثلا اینو توی بهار عربی هم دیدیم وقتی که اون اتفاق میفته در مثلا تونس کشورهای دیگه عربی هم از رو دستش نگاه کردن انگار اونا به حرکت در اومدن مردم مردمشون حتی در همزمان با اون ما در ایران راهپیمایی 25 بهمن 89 داشتیم که اون زمان میرحسین و کروبی دعوت کردن برای راهپیمایی همبستگی با مردم مصر و مردم منطقه و بعد از اونم به حس رفتن یعنی معمولا خیلی وقتا کشورها از رو دست یعنی یکی که دموکرات میشه این اثر میذاره رو کشورهای همسایه اثر میذاره رو کشورهایی که از نظر فرهنگی ممکن نزدیک هستن و برعکس وقتی که در یک دموکراسی شکست می یا عقب گرد میکنه اثر میذاره اثر معکوس میذاره اثر میذاره رو همون کشور رو برای حرکت معکوس چندتا دلیل رو هم به عنوان دلایل احتمالی موج سوم سو معکوس هانتینگتون نام برده که این سه تا خیلی دلایل جالبی هستش یکیش حالا همون بحث شکست سیستماتیک در اداره جامعه و ناتوانی در تامین رفاه عدالت و نظمه که خب این همیشه جامعه رو به سمت راهکارهای اقتدارگرایانه ممکنه برگردونه دلیل دومی که میگه این هست که یا یکی از قدرتها دوباره برگرده به حالت اقتدارگرایی و مشخصا از روسیه اسم میبره خب روسیه در ابتدای دهه 90 میشه گفت تا حدی به وضعیت دموکراتیک رسیده بوده و بعد از روی کار اومدن پوتین و بعد از در واقع اون کاری که پوتین انجام داد با مدودوف و خودش رو سالهای طولانی در قدرت نگه داشت و تغییر قانون اساسی به حال میشه که میشه گفت دقیقا این اتفاق میفته و روسیه تبدیل میشه به یک قدرتی که اقتدارگرا هستش و میبینیم که تاثیر هم به صورت مستقیم مثلا رو کشوری مثل ایران داره رو کشوری مثل سوریه داره یا نام میبره از اینکه ممکنه قدرت یک کشور غیر دموکرات افزایش پیدا بکنه به عنوان موانع دموکراسی و به عنوان دلایل احتمالی موج معکوس باز به طور مشخص چین رو مثال زده بوده و حد زده بوده که دقیقا این اتفاق هم میفته یعنی چین تا سالها با اون رشد اقتصادی که داشته تبدیل به یک قدرتی میشه همچنان اون ساختار غیر دموکرات خودش رو داره و چین هم برای هم به عنوان یک الگوی غیر دموکرات برای خیلی کشورها مطرح میشه و حتی مداخلاتش هم بر حال خیلی جا میتونه تاثیر گذار باشه. نکته سومی که نام برده برای دلایل احتمالی موج سوم سه, سه تا جریان رو در واقع خیلی خطر دیده و احتمال دیده که ممکنه حالا بر اساس کشورهای مختلف یکی از اینا یا دو تا از اینا در واقع نقش آفرینی کنن یکی اون ملیگرایی اقتدارگرا هستش به طور خاص از اروپای شرقی نام بره ممکنه تونا تو کنه می توان تصور کرد که برای آینده ایران هم ممکنه این جریان ملیگرایی گرای که گاهی اوقات در شکل همون سلطنت طلبی و یا اشکال دیگه ظهور و گروز پیدا میکنه یکی از خطرات باشه از بنیادگرایی مذهبی نام میبره و در واقع اون زمان اسم ایران رو به طور خاص میاره که این بنیادگرایی مذهبی رو در دنیا هم توسعه میداده به هر حال اینم یکی از خطرات هستش و از دیکتاتورهای پوپولیست که افراد پوپولیستی میان و یک دیکتاتوری هایی رو ایجاد میکنن که اتفاقی که شاید مثلا در ونزوئلا به یه نوعی با هوگو چاوز افتاد یا حالا همین اتفاقی که اگر الان به شکلی در تونس میشه گفت در این سالها افتاده اونجا در واقع در کنار این مسائل من اگر بخوام اشاره بکنم در واقع یه uh, یه yes, yes, سری با نگاهی به همین موضوع بعضی از این موانع دموکراتیزاسیون رو اگر بخوایم بگیم uh, که نام برده اون جمهان تینگتون یک مانع اصلی همونطور که گفتم عدم تعهد واقعی به ارزش‌های دموکراتیک هستش در بین رهبران و در بین افکار عمومی و مردم در بین رهبران میگه خیلی از رهبران سیاسی وقتی خارج از قدرت هستن از دموکراسی دفاع میکنن ولی معمولا وقتی وارد قدرت میشن در حال تعهد واقعی به اون ارزش های دموکراتیک ندارن و این فکر میکنم یکی از مسائلی هستش که به نوعی میتونه برای ایران هم باشه الان خب خیلی از جریان سیاسی در کلام هنوز از دموکراسی دفاع میکنن یا رهبران سیاسی ولی نمیدونیم که الزاما در عمل چطور خواهند بود یک نکته دیگه که اشاره میشه استدلالی هستش که خیلی از کشورها میکنن که میگن دموکراسی یه چیزیه ویژه غربی ها اصلا دموکراسی مثلا در دل اون فرهنگ مسیحیت به طور خاص پروتستان ها رشد کرده به وجود اومده مطابق فرهنگ اوناست اصلا فرهنگ ما به این نمیخوره مثلا ممکنه کشورهای آسیای شرقی چین بعضیا به این استدلال بپردازن کشورهای اسلامی به این بپردازن و الان ما خب به هر حال که در یه بخشی از اپوزیسیون هم همین استدلال به یه نوعی میشه اگر نگاهی بکنیم مثلا به نظریه ایران شهری که آقای سید جواد تباتبایی ارائه داده بعضی از گروه های اپوزیسیون از این استفاده میکنن تو نظریه ایران شهری در واقع تاکید میشه روی خاص بودن وضعیت ایران یعنی ایران یک کشور خاص است و خب نتیجه گیری که از این میشه اینه که اگر ایران یک کشور خواسته است پس راه حل مسائل ایران هم خاصه. یعنی ما نمیتونیم بگیم دموکراسی که ممکنه در برای همه دنیا خوب باشه تو ایران شاید کار نکنه شاید مثلا ما باید بریم بعضی که از پادشاهی حتی اقتدارگیرا دفاع میکنن از اینجا وارد میشن یعنی میگن ایران کشور خاصه، راه حل خاص داره ما سیستم پادشاهی در تمام تاریخمون داشتیم و برای آینده هم باید اون پادشاهی باشه حتی پادشاهی اقتدارگیرا یعنی پادشاهی پارلمانی رو هم خیلی در واقع روش تاکید نمیکنم خب از این بخش اگر بریم اجازه بدید وارد بحث همین شاخص دموکراسی بشیم که در واقع چه فایده ای داره و چه کاری انجام میده این شاخص دموکراسی یا دموکراسی ایندکس همونطور که گفتم توسط واحد اطلاعات اکونومیست یا اکونومیست اینتلیجنس یونیت تهیه میشه از سال 2006 میلادی گزارشاش داره منتشر میشه اوایل فکر میکنم دو سال یه بار بوده بعد هر سال داره گزارش خودش رو میده و موقعیت دموکراسی ها تو 165 کشور اندازه میگیره روشی که داره این هستش حالا جلوتر من میگم که این شا... میاد برای, ه... برای هر ش... پنج تا شاخص اصلی تعریف میکنه هر کدوم از اینا در واقع حدود 20 تا سوال هستش که این 20 تا سوال راجع به اون کشور جواب بر اساس جواب مثبت یا منفیشون مثلا اون کشور نمره صفر میگیره یا نمره نیم میگیره یا نمره یک میگیره و بعد از این در واقع با میانگین هایی که گرفته میشه که هر کشوری از صفر تا ده در واقع یه نمره ای رو خواهد داشت اون کشورهایی که از صفر تا ده به نوعی بال امتیازشون بالاتر از هشت میشه اونها رو تحت عنوان فول دموکراسی یا کشورهای دموکراسی کامل طبقه بندی میکنه یعنی اینها در واقع کشورایی هستن که تقریبا دموکراسی درشون کامل هستش دسته دوم در واقع فلاوت دموکراسی یا کشوری هستش که دموکراسی ناقص دارن اینها امتیازشون بین 6 تا 8 یعنی قبلی 8 تا 10 بود اینها بین 6 تا 8 هستن کشورهایی که دموکراسی ناقصن مثلا جالب بدونید که آمریکا مثلا یه زمانی اومد از دموکراسی کامل به دموکراسی ناقص افتاد به خاطر حالا اتفاقاتی که درش بوده یعنی کشوران طبیعتا بین این دسته ها سال های مختلف جابجا جا ممکنه بشن دسته سوم حکومت های هستش که به نام هیبرید حکومت های هیبرید یا به شکل ترکیبی اگر بخوایم بگیم یعنی تقریبا نیم دموکراسی نیم اقتدارگرا طبقه بندی شدن و اینا امتیازی که در واقع دارن بین چهار تا 6 هست در واقع دسته سومی که قرار میگیره دسته چهارمون حکومت‌های های یا حکومت‌های های هستن اینا امتیازشون کمتر از چهار هستش که خب ایران مثلا در تمام این سالها که از 2006 تا الان اندازه گرفته همیشه در این دسته بوده خیلی از کشورها تو خاورمیانه، کشورهای عربی کشورهای اسلامی کشورهایی که ممکن فرهنگی به ما نزدیک هستن همسایه ها در واقع تو این دسته حکومت های قرار میگیرن تو منطقه ها هم بدترین منطقه از نظر نمره میانگینی که گرفته میشه منطقه مثلا خاور میانه است حتی مثلا از صحرای آفریقا هم پایین تر هستش و از حالا مناطق دیگه بنابراین چهار تا گروه ما گفتیم داریم دموکراسی کامل دموکراسی ناقص حکومت های هیبرید یا ترکیبی و حکومت های اقتدارگرا که دسته بعدی هستند حالا ببینیم خود شاخص دموکراسی چطور میاد این سنجش رو انجام میده و جلو میبره و اجزای تشکیل دهندش چی هستن این شاخص همونطوری که گفتم از پنج تا زیر شاخص اصلی تشکیل شده که تو هر کدوم به کشورها از صفر تا ده در واقع نمره داده میشه و میانگین این پنج زیر شاخص نمره شاخص دموکراسی کشور و منعکس میکنه حالا تو خود گزارش و توی اتچمنتاش اگه کسی علاقه باشه و بره ببینه اون متدولوژی اینا رو به صورت کامل توضیح داده و طبیعتا اینکه مبنای علمیش چی هست بر حال اینها ممکنه کسی در واقع راجع به اینا سوالایی داشته باشه میتونه حتما تو اون گزارش بخونه و اینها دقیقا توضیح داده شده ولی این پنج زیر شاخص اصلی یا پنج گروه اصلی اگر بخوایم بگیم عبارت است از حالا اولیش فرایندهای انتخاباتی و پلورالیسم هست یا کسرت گرایی خب طبیعتا می‌دونیم که تو دموکراسی که از بحث هستش همون بحث انتخابات و پلورالیسم هستش اما یک مغلطه هم که باز گاهی اوقات میشه معمولا خیلی وقت دموکراسی رو فقط به همین کاهش میدن یعنی انگار که دموکراسی فقط انتخابات آزاده که حالا این نیست و مسائل دیگه هم طبیعتا درش تاثیر گذاره من اول پنج تا رو بگم بعد یکی یکی هر کدوم رو توضیح بدم که در واقع چه نکاتی درشون تاثیر گذاره اولی گفتم فرایند انتخاباتی و کسرتگرایی است دومیش دو در واقع عملکرد حکومت کارکردش، کارآمدیش یا حالا فانکشن حکومت هستش که این هم تاثیر داره مثلا بعضی جاها میبینین که تو بعضی چیزها نمره بالا میگیرن اما فیلینگ استیت عملا عملا نمیتونه به بعضی از مناطق خود کشور خودش مثلا اعمال حاکمیت بکنه مثلا این خب طبیعتا نمره رو میاره پایین یعنی اون حکومتی که نتونه اعمال حاکمیت کنه به تمام مناطق خودش خوب طبیعتا یه چیز اصلیش اصلا آسیب دیده بنابراین عملکرد حکومت هم که حالا جز ریزتر خواهم گفت چی هست یکی از نکات مهم هستش بحث سوم بحث مشارکت سیاسی هستش یا political پارتیسیپیشن اینکه مردم چقدر مشارکت میکنن مردم چقدر تمایل دارن مشارکت کنن این مشارکت هم فقط رای دادن در انتخابات یا درصد مشارکت در انتخابات نیست طبیعتا حالا جلوتر میگیم روزیاتش مثل مثلا مثل درصد مشارکتشون در احزاب چقدر در واقع در احزاب میان در تجمعات سیاسی میان و غیره بحث چهارم در واقع فرهنگ سیاسی دموکراتیک است اون پالیتیکال کالچری که باید در واقع دموکراتیک باشه شاید اینجا بیشتر این انکاس رو از همون ارزش های دموکراتیک یا دموکراتیک ولیوز به نوعی داشته باشه که خیلی من روش تاکید کردم و بحث پنجم یا گروه پنجم به یه نوعی آزادی های مدنی یا سیویل لیبرتیز هست که اصلا این کشور چقدر درش آزادی های مدنی هست آزادی بیان هست آزادی رسانه هست دسترسی به اینترنتشون آزاد هستش و حالا جزئیاتی که خواهم گفت بنابراین 5 تا گروه اصلی رو داره و اینا رو یکی یکی میسنجه برای همه کشورها یه بار مرور بکنیم فرایندهای انتخاباتی اولیش دومی عملکرد حکومت سومی مشارکت سیاسی چهارمی فرهنگ سیاسی دموکراتیک و پنجمی آزادی مدنی که حالا اینا رو یکی یکی توضیح میدم در مورد اولین گروه اگر بخوایم بگیم یعنی بحث فرایندهای انتخاباتی و کسرت گرایی اه، اه، یه چکلیستی داره از سوالهایی که برای هر کشوری باید بررسی بشه و اونا رو در واقع نمره ها رو بدن خب طبیعتا اولین بخش بحث آزادی انتخابات هست آیا در اون کشور انتخابات به صورت آزادانه برگزار میشه یا نه نکته بعدی منصفانه بودن فیر, فیر بودن در واقع انتخابات هستش به این معنا که آیا حال در این انتخاباتی که برگزار میشه آیا به صورت عادلانه میتونن همه در رقابت کنن یا نه بعد از اون در واقع بحث حق رأی برای همه بزرگسالان خوب بعضی کشورها ممکن حتی اینو نداشته باشن ولی مثلا در ایران حق رای همه بزرگسالان رو شاید ما داریم نکته بعدی که تاکید شده البته تا من همه رو ننوشتم بعضیش که به نظر مهمتر اومده نوشتم مثلا آزادی شهروندان برای رای دادن بدون ترس آیا میتونن بدون ترس رای بدن مثلا میدونیم افغانستان در یه زمانی که هنوز طالبان قدرت رو نگرفته بود میرفت انگشت کسایی که رای داده بودن رو بعضا میبرید یعنی اصلا طرف جورت نمیکرد تا بره رای بده بحث بعدی فرصت برابر کمپین انتخاباتی از نظر قانون آیا همه کاندیداها حالا مستقل از اینکه وارد میشن میتونن اصلا کمپین بکنن آزادانه یا نه مثلا میدونیم که ما یه زمانی در مجلس پنجم در ایران چند تا از ملی رو تایید کردم مثلا عزت الله صحابی تایید شد در اون زمان ولی جالبه که اصلا اجازه ندادن اینا هیچ هیچ چاپخونه تبلیغات اینا رو چاپ بکنه یعنی تایید شدن ولی نمیتونستن تبلیغات بکنن که خب اینا انصراف دادن در اون زمان بحث بعدی در واقع شفافیت منابع مالی احزاب سیاسی هستش که چقدر منابع مالی احزاب شفاف هست وجود مکانیزم های قانونی برای انتقال قدرت بعد انتخابات یعنی اصلا بعد از اینکه انتخابات برگزار شد یا قدرت قانونی این قدرت به کسی که برنده شده انتقال داده خواهد شد یا نه بحث بعدی آزادی شهروندان هست برای ایجاد احزاب مستقل از حکومت های شهروندان اصلا میتونن در اون سیستم یک حزب مستقل از حکومت ایجاد کنن یا نه اصلا خب تو این میدونیم که اصلا ایران اصلا نمیشه همچین کاری انجام داد یعنی اگر کسی مستقل باشه مخالف باشه اصلا نمیتونه حزب قانونی در داخل کشور تشکیل بده بحث بعدی این است که چشمنداز واقعی احزاب اپوزیسیون برای دست گرفتن حکومت یا اساسا این چشمنداز وجود دارد که با انتخابات احزاب اپوزیسیون بتونن حکومت و قدرت رو در دست بگیرن باز تو ایران میدونیم که اصلا حزب اپوزیسیون نمیتونه تشکیل شه و نمیتونه اصلا همچین چشمندازی داشته باشه گاهی اوقات حالا تو انتخابات های قبلی به صورت سمبولیک بعضی آدمایی که خیلی فاصله داشتن میرفتن ثبت نام میکردن تو انتخابات ها ولی معلوم بود همین میدونستن که اینا در واقع قرار رد صلاحیت بشن و بحث بعدی قابلیت دسترسی به مقامات سیاسی برای شهروندان از چقدر شهروندان میتونن به مقامات سیاسی برسن و برای باز تاکید روی اینکه امکان ایجاد سازمان های مدنی و سیاسی از سوی شهروندان بدون مداخله و نظارت حکومت که خب این که اصلا تو ایران همه چی طبیعتا باید بره کمیسیون ماده ده احزاب و هر سازمانی شما بخواین تشکیل بدین یا هزارت کشور یا مثلا حتی اگه انجیو باشه وزارت ورزش و جوان ها اینا مداخله میکنن و باید مجوز بگین که خب این خیلی از کشورهای دموکرات اصلا ندارن همچین چیزی رو خب بریم گروه بعدی بعد از اون بحث فرایند انتخاباتی و کسرتگرایی گروه بعدی در واقع عمل کرد یا اون کارآمدی حکومت هست که گفتم اینجا چند تا نکته اصلی رو مثلا میگه یکیش مثلا میگه که چقدر سیاستهای حکومت از طرف نمایندگان منتخب مردم تعیین میشه؟ خب ما میدونیم که توی ایران گاهی بحا ظاهرا یه انتخاباتی هست یه مجلسی انتخاب میشه یه رئیس جمهوری انتخاب میشه ولی آیا واقعا همون زمانهایی که مثلا یه کمی فاصله داشته خاتمی رئیس جمهور بوده مجلس ششم بوده که دیگه مثلا بیشترین فاصله رو از اون هسته سخت قدرت داشتن آیا سیاست های حکومت از طرف اینا تعیین می شده یا نه یا قدرت اصلی اصلا جایی بوده که با انتخابات تغییر نمی کرده خب این یه شاخص مهمی هستش بحث بعدی که روش تاکید کرده به نوعی فرادستی قوه مقننه بر دو قوای دیگر حکومت یعنی این امتیاز مثبت داره اگر قوه مقننه اگر مجلس بر دو قوه یعنی دولت و مثلا قوه قضاییه نظارت جدی داشته باشه و حتی فرادست اونها باشه به نوعی این رو بهش امتیاز مثبت میدن تفکیک موثر قوا و نظارت اونها بر هم عدم نفوذ نیروهای نظامی و امنیتی بر حکومت چقدر نیروهای نظامی و امنیتی بر حکومت نفوذ دارن که خب تو ایران باز در مورد دخالت سپاه تو همه چیز و نفوذ سپاه و نفوذ امنیتی ها نیازی به توضیح نیستش عدم مداخله سازمان ها و قدرت های خارجی در تعیین سیاست های اصلی حکومت چقدر سازمان ها و قدرت های خارجی میتونن توی سیاست های اصلی حکومت تأثیر گذار باشن حالا اینو شاید مثلا چند سال قبل میگفتیم جمهوری اسلامی اگر تو همه چی گذاش قرار بشه تو این خیلی نیست این هم الان دیگه یواش یواش میبینیم که روسیه و چین و امثال هم به یه نوعی تاثیر گذارن توی تعیین سیاست ها مثلا در مورد حتی همین برجام به شکلی به نظر میاد که جمهوری منافع روسیه رو بیشتر از منافع خودش حتی میکنن. بحث بعدی عدم اعمال قدرت گروه های مذهبی و اقتصادی خاص به موازات نهادهای دموکراتیک یعنی گروه های مذهبی و اقتصادی خاص نتونن اعمال قدرت بکنن وجود مکانیزم و نهادهای ضروری برای تضمین پاسخگویی حکومت به رای دهندگان تو در فاصله دو انتخاب برای انتخابات هم نیست که فقط یه دور برگزار کنی بره تا دوره بعدی و هیچ پاسخگویی وجود نداشته باشه یه بحث مهمه دیگه اینجا اون اقتدار حکومت در سراسر خاک کشور همونطور که گفتم در واقع فیلینگ استیت نباشه بتونه اساسا به کشور و اون تریتوری خودش سرزمین خودش اعمال حاکمیت بکنه عملکرد شفاف حکومت و دسترسی مردم به اطلاعات باز اینجا مهم هستش و کلا احساس عمومی که شهروندان دارن در برای آزادی انتخاب و کنترل زندگی خودشون اینا بعضی از اون نکات موثر تو عملکرد و کارآمدی حکومت هست گروه سوم از این شاخص‌ها ها و از این شاخص که می‌تونیم بگیم بحث مشارکت سیاسی یا political پارتیسیپیشن رو مطرح میکنه که در اینجا مثلا اگر بخوایم وارد بحث بشیم ما اون درصد مشارکت مردم در انتخابات مثلا این برای اینا یه چیزایی رو مشخص که یه عددایی رو مشخص کرده اگر یه حدی بالاتر باشه یک می‌گیرند، یه حدی کمتر باشه نیم می‌گیره و از اون پایین تر صفر چقدر مردم در انتخابات مشارکت میکنن بحث اینکه باز میزان قابل قبولی از خودگردانی برای های قومی و مذهبی در فرایندهای سیاسی یعنی حتی این هم مهم میدونه که های قومی و مذهبی بتونن تو فرایندهای سیاسی یه حدی از خودگردانی رو برای خودشون داشته باشن تو بحث مشارکت سیاسی باز درصد زنان در پارلمان مثلا اینجا 20 درصد رو گذاشته اگر بالای 20 درصد باشن فکر کنم نمره کامل رو میگیرن زیر 20 درصد صفر میگن چقدر زنان در واقع در مجلس هستن از از تعداد نمایندگان مجلس فکر کنم هیچ وقت ایران به اون 20 درصد نرسیده چون 20 درصد اگه در ایران بخوایم بالای 50 اینا باید بشه حداقل که فکر نمی کنم وقت رسیدیم بشه درصد عضویت مردم در احزاب و سازمان های سیاسی غیر دولتی اینا عدد 7 درصد رو به عنوان ملاک گذاشته آیا 7 درصد مردم تو بحث مشارکت سیاسی داره میگه عضو احزاب و سازمان های سیاسی غیر دولتی هستن یا نه باز بحث تعهد به مسائل سیاسی از سوی شهروندان میگه چقدر شهروندان تعهد دارن چقدر پیگیری میکنن اصلا مسائل سیاسی رو باز اینجا مثلا میگه میزان علاقه مردم به دنبال کردن اخبار سیاسی تو اینا فکر کنم خب ایران مردم خیلی پیگیر هستن و دنبال میکنن واقعا یا درصد باسوادی بزرگسالان بزرگ سالان یعنی این بالای 90 درصد و یک میده طبیعتا این خیلی تاثیر میتونه بذاره یه کشوری اگر باشه که درصد باسوادی درش پایین باشه اساسا ممکن خیلی از اینا از همونجا با مشکل رو برو بشه و بحث بعدی باز تلاش قد جدی قدرت تلاش واقعی قدرت برای افزایش مشارکت سیاسی آیا اینو داره کشور یا نه که این افزایش مشارکت سیاسی فقط اون درصد انتخابات نیست یعنی نه مثل جمهوری اسلامی که یه انتخابات غیر آزاد برگزار میکنه بعد خیلی تبریک میکنه مردم بیان رای بدید نه خب چقدر اون تو میتونی احزابی مردم تشکیل بدن که برن عضوش بشن اون درصد بره چطور مردم میتونن در واقع بتونن تظاهرات قانونی مثلا برگزار بکنن اینا اون هستش که مشارکت سیاسی شاید بتونه خودش رو نشون بده گروه چهارم در واقع بحث فرهنگ سیاسی دموکراتیک است یا اون دموکراتیک پولیتیکال کالچر که برای اینم بازی سری شاخص ها رو شمرده مثلا میگه یکیش در واقع میزانی که بین مردم همبستگی و اجماع هست برای پشتیبانی از دموکراسی چقدر مردم از دموکراسی و ارزش های دموکراتیک دفاع میکنن اون جایی که من فکر میکنم شاید ما نیاز به کار دوباره در موردش خواهیم داشت چقدر یه نکته باز جالب دیگه عدم تمایل مردم به رهبران قدرتمند فراتر از پارلمان و انتخابات یعنی مردم آیا دنبال یه ابرمردی هستند که بیاد و مشکلاتشون رو حل بکنه فراتر از پارلمان و انتخابات اتفاقی که مثلا در بزرگ کردن رضا شاه رخ میده تو این سالا به نظر من تو اینجا تاثیر داره یعنی رضا میشه یه الگوی موفق اوکراین در ایران که یه آدم میاد پارلمان همه رو کنار میزنه خودش یه تنه مثلا چکمه ها رو برکشید و رفت کشور رو ساخت حالا به اینکه چقدر این روایت درسته یا غلطه وارد نمیشم ولی این پررنگ شدن این طبیعتا فرهنگ سیاسی با فرهنگ سیاسی دموکراتیک در تعارض قرار میگیره اینکه یه رهبر مردم انگار دنبال ابرمردی ابرزنی رهبر قدرتمندی باشن که بیاید و فراتر از پارلمان و انتخابات مسائل رو حل بکنه باز اینجا تو اینجا نمره در واقع معکوسش رو بخوام بگم تمایل مردم به حاکمیت نظامی یعنی هر چقدر این زیاد شه مردم دنبال حاکمیت نظامیان باشن نمره فرهنگ دموکراسی رو میاره پا... فرهنگ دموکراتیک رو میاره پایین اه... با چیزی که نمره رو میاره پایین تمایل مردم به حاکمیت تکنوکرات ها و متخصصان این خیلی جالبه یعنی ما خیلی وقتا توی ایران تصورمون هستش که تکنوکرات ها اگر البته میگه تکنوکرات ها و متخصصان غیر منتخب یعنی اگر اون الکتد آفیشال ها باشن اون منتخبان باشن فرق میکنه ولی اینکه این ای تصور که آقا کار رو بدیم دست تکنوکرات ها انجام ده این خودش با فرهنگ دموکراتیک در واقع در تعارض هستش طبیعتا مردم در واقع اون نمایندگان مردم حالا اگر تکنوکرات متخصص بره با رأی مردم تو جایگاه قرار بگیره بس فرق میکنه ولی این هم یکی از چیزایی که ممکن توی ایران در واقع یه گلوگاهی باشه برای ما باز یکی از چیزایی که تو فرهنگ سیاسی دموکراتیک تاثیر میذاره درصد مردمی است که دموکراسی رو برای نظم عمومی بد میدونن مردم چقدر بین دموکراسی و نظم عمومی تعارض میبینن چقدر فکر میکنن اگر دموکراسی ایجاد شه نظم عمومی کاهش پیدا میکنه خب ما یه سری تجربه ها داریم که متاسفانه اونا همه تو, تو حافظه تاریخی است ما مثلا به یه نوع 57 تا 60 بعد انقلاب تا یه حدی فضا باز شده و اینجا یه مقدار نظم به هم ریخته از دلش یه سرکوب در اومده یه دوره در دوره باز مثلا مصدق فضا یه مقداری باز شده دوباره یه کودتا پشت شده و شهریور 20 هم به بعد میشه گفت اینو دید یعنی تقریبا تجربه تاریخی ما خیلی وقتا وقتی که یه مقداری فضا باز شده یه مقداری دموکراتیک شده نظم کاهش پیدا کرده و تمایل برای ظهور رهبر قدرتمند یا پشتیبانی کردن یا حداقل سکوت در مقابل کودتایی که بعدش اومده رو ما میبینیم تو مردم باز یکی از نکات موثر تو فرهنگ سیاسی دموکراتیک میگه که اعتقاد مردم به اینکه دموکراسی به نفع اوضاع اقتصادی است چقدر مردم فکر میکنن که اگر ایران دموکرات بشه اوضاع اقتصادیشون هم بهبود پیدا میکنه پس ما اگه میخوایم مثلا اینجا از دموکراسی دفاع بکنیم طبیعتا باید روی اینا کار بکنیم هر کدوم اینا می‌تونه موضوع مقاله باشه موضوع جلسه باشه موضوع در واقع این باشه که راجع بهشون انیمیشن ها ساخته شه ویدیو ساخته بشه توی سوشال مدیا تبلیغ بشه که بله نشون بدیم دموکراسی می‌تونه اوضاع اقتصادی رو بهبود ببخشه نیازی نیست برای بهبود اوضاع اقتصادی یک برای مثلا خیرخواه دیکتاتور بیاد سر کار و باز بحث دیگه که تو اینجا میگه سنت قوی در تفکیک دین از حکومت هست چقدر در واقع میشه روی این تاکید کرد که دین باید از حکومت جدا بشه طبیعتا دسته پنجم آزادی های مدنی یا اون سیویل لیبرتیز هست که حالا میخوام باز اون مختصر براتون مرور بکنم Uh, یه سری نکات و را گفته مثلا آزادی رسانه های آنلاین چقدر رسانه های آنلاین تو کشور آزاد هستن آزادی رسانه های چاپی چقدر روزنامه های چاپی کتاب ها اینا آزاد هستش آزادی بیان و اعتراض uh, بحث آزاد در رسانه ها با در نظر گرفتن تنوع دیدگاه ها حالا رسانه های خارج کشور که طبیعتا نه ولی رسانه های که داخلن چقدر میتونن همه دیدگاه ها رو مشارکت بدن تو بحث عدم محدودیت سیاسی در دسترسی به اینترنت خب این همین این حقیقا فیلترینگیه که ما داریم دیگه آزادی شهروندان برای تاسیس سازمان های و اتحادی های سنفی چقدر ما میتونیم سندیکا آزادانه تشکیل بدیم اتحادیه سنفی بزنیم خب اینا جاهاییه که ما همه گیر داریم توش امکان شهروندان برای تهیه و امضای نامه های سرگوشاده به مقامات چقدر مردم میتونن آزادانه پتیشن کنن به مقامات حکومتی و چقدر اصلا جدی گرفته میشه اگه این کارو بکنن عدم استفاده حکومت از شکنجه یعنی حتی اینکه شکنجه باشه یا نباشهم تو نمره دموکراسی میدیم تاثیر فقط اینکه گفتم اول فقط انتخابات نیست دموکراسی یعنی به اینام تاکید داره یعنی ما صحبت از دموکراسی میکنیم این جزئیات و این ریزها رو هم باید در نظر بگیریم باز اینجا مثلا درجه رواداری مذهبی و آزادی بیان عقاید مذهبی چقدر تو جامعه آزادی بیان در مورد عقاید مذهبی هستش یه نکته ای که شاید اینو باید خیلی پررنگتر البته کرد نه در حد یه زیر شاخص از شاخص پنجم درجه استقلال قوه قضایی از حکومته خب اینم طبیعتا یکی از نکاتی هست که خیلی تأثیر گذاره. برابری شهروندان از نظر قانون چقدر شهروندان مسلمون غیر مسلمون فارس ترک هر چی کس اینا چقدر از نظر قانون با هم برابرن میزان حمایت از حقوق مالکیت خصوصی و کسب و کارهای خصوصی رضایت شهروندان از آزادی های, فردیشون چقدر هستش احساس عمومی درباره اینکه حمایت میشه حقوق بشر در جامعه به صورت هستش عدم تبعیض معنادار بر پایه نژاد یا باور مذهبی عدم محدودیت آزادی های مدنی از طرف حکومت به دلیل مخاطرات و تهدید اون وضعیت ویژه‌ای ای است که خیلی وقتا حاکمان به بهانه وضعیت ویژه میان تمام آزادی های مدنی رو محدود میکنن و اینا رو کنار میزنن چقدر این اتفاق در یه جامعه‌ای میفته خب من اینها رو که گفتم الان اجازه بدید که یک پاورپوینتی هستشون رو با هم یه مروری انجام با هم دیگه ببینیم در واقع چند تصویری که هست اجازه بدید من خیر امیدوارم که این پاورپوینت رو الان دوستان خوب ببینن ببینید اگر ما در واقع تو این سه تا اسلایدی که حالا هست من یه بررسی کردم اومدم همین نمره دموکراسی رو به یه نوعی بررسی بکنیم که چه تغییراتی در نمره دموکراسی در واقع رخ داده برای ایران در از سال 2006 که اومده و این شاخص ارائه شده هزار... اون اوایل ظاهرا دو سال یه بار بوده همونطوری که می‌بینین، مثلا 2006 2008 2010 2012 بعد از اون دیگه 2006 تا 2010 در واقع اینجوری بوده بعد دیگه از 2011 12 اینا همینطور هر سال این نمره اومده همونطور که اینجا می‌بینین. ما بالاترین نمرمون در سال 2006 بوده یعنی بالاترین نمره‌ای که ایران از نظر شاخص دموکراسی گرفته سال 2006 هست که دو ممیز 93 بوده از ده یعنی ما بالاترین نمرمون زیر چهاره همیشه اقتدارگیرا در واقع قرار گرفتیم ولی در 2006 دو بوده بعد از اون 2008 کم شده اومده شده دو و سال 2010 یه دفعه سقوط زیادی می‌بینیم 2010 وقتی حالا شما نگاه میشه سال 1189 یعنی بعد از اون اتفاق که 88 میفته جنبش سبز به یه نوعی و خب 2009 گزارش هم نبوده دیگه چون دو سال دو سال بوده اون موقع تو 2009 ده دفعه میفته به 1.94 بعد از این هر سال گزارش ها که برای چند سال 2011 12 13 و 14 ایران رو 1.98 ثابت بوده نمره دموکراسیش 2015 که حالا اونجا در واقع می‌بینیم که یه رشدی انجام می‌گیره ایران میاد مثلا می‌رسه به 216 صد ولی هنوز پایین بوده 2016 باز یه ذره میره بالاتر 234 2017 و 45 همون دو, پنج. دو هزار و 45 2019 و 38 2020 میاد روی 22 دو دو و جالبه که سال قبل یعنی 2021 میاد روی 1.95 صدم فقط ما 2010 پایین تر از این بودیم یعنی اونم مثلا 1.94 بوده 1.95 و تقریبا میشه گفت که میرسیم به پایین ترین نمره ای که ایران داشته از نظر دموکراسی توی این 15 16 سالی که گزارش شاخص دموکراسی تهیه شده و منتشر شده این وضعیت رو در نوسانی است که در ایران میبینیم بحث در واقع بعدی رو اگر بخوام که ببینیم وضعیت خاور میانه و کشورهای همسایه ایران رو من سعی کردم که یه بررسی بکنم از نظر این نمره خب طبیعتا نمره اینها رو ما در سال 2021 گذاشتیم برای اونا هم فراز و فرودهای خودشون رو داشتن ولی این نمره مال سال 2021 هستش همه چون بزرگ میشد بعضی از کشورهای خاورمیانه رو نذاشتم ولی کشورهایی که به نظرم می که برای ایران مهم هست یا برای مردم ایران ممکنه بیشتر دنبال کنن گذاشتم همسایه ها رو هم اضافه کردم بهش مثلا ترکیه پاکستان افغانستان آذربایجان ارمنستان و ترکمنستان برای اینا هم کشورهای دور ما هستن همسایه ها رو هم اضافه کردم خب توی این در واقع دستبندی همونطور که میبینید اول اسرائیل هست یک نمرش هفت ممیز نوید و ولی اسرائیل هم هنوز به اون فول دموکراسی در واقع نمیرسه که هش به بالاست یعنی توی وضعیت دموکراسی ناقص قرار میگیره ولی به حال به عنوان یک استثناء و یه آوتلایر شاید تو این کشورها نمره اول رو میگیره نمره بالایی داره دومی در واقع تونس بوده که حالا تونس احتمالا همونطور تو که بحث قبل از جلسه کردیم احتمالاً سال بعد پایینتر خواهد بود ولی نمرش اونجا 599 بوده 599 یعنی یه ذره پایینتر از 6 که از یه دموکراسی ناقص افتاده بوده به یه دموکراسی هیبریدی یا ترکیبی که ترکیبی از دموکراسی و حکومت‌های های اقتدارگرا هستش کشور چهارم همونطور که ارمنستان هست برای تو این کشورهای مثلا چند تا کشور اول به غیر از اون تونس حالا اون دو تا هم کشورهایی هستن که را اسرائیل یهودی بیشتر هستن ارمنستان بیشتر مسیحی هستن یه یعنی مقدار انگار شاید این بحث رو تو مذهبم هم کشور پنجم ترکیه بوده چهار و, و برای یعنی بین همسایه های ما بهترین نمره رو ترکیه داشته از نظر دموکراسی با 4.35 جالبه که پاکستان مثلا نمرش نسبتا خوب بود حالا تو در منطقه داریم میگه 4.31 بوده باز به ترتیب همینجور کاهش پیدا کرده کشورها کووید و 3 و 91 لبنان 3 و و اینا دیگه افتادن تو دیگه توی اقتدارگرا یعنی از کووید دیگه میافته توی حکومت حکومت‌های اقتدارگرا که زیر 4 هستن 3 91 لبنان 3 84 قطر 3 و 65 عراق 3 و, و یعنی به حال عراق به عنوان یک کشوری که ما شاید بتونیم شباحت ها رو زیاد ببینیم اونا 3 و 51 هستن عمان 3 هست مصر 2 امارات 2 و آزربایجان باز به عنوان یکی از همسایه ها 2 هست بحرین 2 52 دو. عربستان 2 عربستان هم اینجا از ایران باز بالاتر گرفته نمره بعد از عربستان ایران یک و نوود صدم که گفتم از ما بدتر دیگه تو این کشور که الان من لیست کردم ترکمنستان هم, هم باز یکی از همسایه های ما یک و و شیش هستش سوریه توی خاورمیانه میانه باز یک ممایز چهل و سه و افغانستان که پارسال دیگه یه سقوط وحشتناک کرده و رفته سی و دو صدوم یعنی تقریبا دیگه به صفر داره نزدیک میشه عربستان رسیده به سی و دو افغانستان رسیده به سی و دو صدوم و حالا من این نکاتی رو هم که نوشتم رو بهتون میگم که افغانستان اصلا تو سال قبل رتبه آخر رو از کره شمالی گرفت یعنی سقوط میکنه و رتبه آخر جدول در کل دنیا رو از کره شمالی به نوعی میگیره بحث بعدی در واقع من اجازه بدید به وضعیت ایران توی اون پنج تا شاخص مختلف صحبت کنم چون ما گفتیم یه نمره کل داریم طبیعتا پنج تا ما شاخص داریم که اون شاخص ها هر کدوم میشه در واقع تکی هم در واقع نمره رو بررسی کردش اینجا همونطور که میبینین نمره ایران در اون شاخه در اون شاخص سیویل لیبرتیز یا اون آزادی های مدنی نمره ایران یک ممیز چلو هفت صدم بوده از ده نمره ایران توی اون پالیتیکال کالچر یا فرهنگ دموکراتیک یک ممیز هشتاد و صدم در واقع بوده و نمره ایران در political participation یا مشارکت سیاسی سه ممیز هشتاد یعنی بهترین بخش ما اون بخشی که چون میشه گفت در واقع این بخش بخشی که به مردم این بخش و شاید اون فرهنگ دموکراتیک تا حدی به مردم بیشتر برن یعنی مردم سه و مردم میخوان مشارکت کنند اون راه های مشارکت چقدر مسدود شده از طرف حکومت ولی مردم ایران تمایل به اون مشارکت در فرایندهای سیاسی درشون به نسبت خوب بوده سه و نو و اون فانکشنینگ آف گاورمنت هست و اون عملکرد دولت که گفتیم اون هم در واقع دو و نیم هست و پایین ترین نمره ایران اون الکترال پروسس و اند پلورالیزم یعنی در واقع اون فرایندهای انتخاباتی پلورالیسم یا کسرت گرایی که در جامعه باشه اینجا نمره ایران صفر میشه یعنی ما اگر بخوایم شاخص هایی را نکنیم بهترینش میشه گفت به نوع اون مشارکت سیاسی هست و اون خواست مشارکت سیاسی تو مردم بعد از اون به یه نوعی اون کارکرد و عملکرد حکومت بالاخره حکومت جمهوری اسلامی فارغ از همه چیز برای اون اعمال حاکمیت داره به کشور میکنه دیگه ولی یعنی یه فیلینگ استیت در واقع نیست اون رتبه دوم میگیره رتبه سوم فرهنگ سیاسی هستش که من فکر میکنم حالا من اینو نگاه نکنم ولی فکر کنم به سال قبل فرهنگ سیاسی اون یه نزولی هم کرده بعد از اون آزادی های مدنی رتبه چهارم و بدترین وضعیت رو ما در اون فرایند های انتخاباتی داریم که بدترین وضعیتی هستش که ما داشتیم حالا من این رو هم اجازه بدین خدمت شما بگم که یه لحظه من یک نکته دیگر هم میخواستم بگم و یه سری نکات هم من میخواستم بگم از یه سری نکات کلی رو از گزارش سال 2021 بگم جهت اطلاع چون من این رو اول بله یه, یه سری نکات هم از گزارش 2021 من یادداشت کردم نکات شاخصش بگم جالبه که عنوان اصلا گزارش هست چالش چین یا چاینا چلنج که خیلی مادر چین رو به صورت جزئیات بررسی کرده اه، و اه، روی این در واقع مانور داده یکی از نکاتی که روش تاکید کرد تو سال 2021 اولا که روند روند نزولی در کل دنیا در واقع کل دنیا داره در یک روند نزولی از نظر نمره دموکراسی حرکت میکنه تو منطقه ها وضعیت مثلا منطقه اروپای شرقی و آمریکای لاتین شاید یه مقداری رشد داشته بد نبوده ولی توی پاور میانه و کشورهای آفریقا و اینا یه مقداری در واقع افتاده بحث اثر منفی کووید رو همهگیری کووید یا پندمی کووید رو رو آزادی های مدنی بررسی کرده خب تو خیلی از کشورها میدونیم که کووید باعث شده که لاکتان ایجاد بشه محدودیت هایی برای آزادی های مدنی ایجاد بشه و خب این طبیعتاً روی اون بحث سیویل لیبرتی یا آزادی های مدنی تاثیر منفی داشته بحث چین رو که گفتم با جزئیات بررسی میکنه توضیح میده که به موفقیت اقتصادی چین تو سه دهه اخیر این تصور رو به وجود آورده که شاید اصلا این سیستم چین بهتر از یه سیستم دموکراتیکه و خیلی کشورها میخوان دنبال بکنن یا خیلی اقتدارگره ها بهانه میخوان بکنن و از اون استفاده بکنن که بگن ما میخوایم مثلا چین بشیم و مدل اقتصادی چین یا مدل سیاسی چین به ویژه که اسمش رو میذاره اتوریتاریان مریتوکراسی یعنی شایسته سالاری اقتدارگرایانه شاید این رو در واقع در دنیا داره یه اقبالی بهش انجام میشه نمره کلی دموکراسی همونطور که گفتم میانگین کل دنیا از 5 و 37 به 5 و 28 کاهش پیدا کرده تو سال گذشته در مورد پندمی گفتیم که برای اون راه حل های اقتدارگرایانه پاسخ اقتدارگرایانه به پاندمی خودش یکی از مواردی بوده که تاثیر داشته توی این کاهش نمره دموکراسی 13 تا کشور در سال گذشته تغییر وضعیت دادن یعنی مثلا اگر دموکراسی کامل بودن اومدن توی دموکراسی ناقص یا برعکس تغییر وضعیت دادن که از این 13 تا 9 تا کشور منفی بوده یعنی تغییرشون منفی بوده از یه وضعیت بهتر به یه وضعیت پایینتر افتادن و چهار تا کشور مثبت بوده مثلا مثالهایی که زده در واقع گفته کشورهای گفته شیلی و اسپانیا از دموکراسی کامل مادن به دموکراسی ناقص کشورهایی مثل مولداوی مونتنگرو و مقدونیه شمالی میگه از هیبرید به دموکراسی ناقص ما. یعنی رشد کرده اینا وضعیتشون بهتر شده اکوادور مکزیک پاراگوئه و تونس کشورهایی که نام برده اینا از دموکراسی ناقص به وضعیت هیبرید اومدن یعنی نزول کردن از اون طرف در مورد در جدول در واقع نروژ همچنان در صدر جدول حداقل دو سال اخیر که من این گزارش می‌بینم همیشه نروژ اول بوده یه سری مسائل هم نام برده که اینها در واقع تأثیر گذار بوده توی سقوط به صورت کلی در جهان مثلا بحث سقوط اعتماد به دولت، حکومت و احزاب سیاسی رو روش تاکید کرده که برای این اعتماد به حکومت و احزاب سیاسی کاهش پیدا کرده خیلی از کشورها ما می‌بینیم که یه زمینه ایجاد شده برای رشد پوپولیست یعنی مردم احساس میکنن که حکومت و اون احزاب سیاسی و اون روال عادی و متعارف سیاست عاجز از حل مشکلات اونو هستش اینا م... یا نخبگان نخبگان فاسدی هستند اینا فضای ایجاد میکنه برای اینکه یه مثلا سیاست مدار پوپولیست بیاد بگه که آقا آه... ما دوگانه مردم و نخبگان فاسد رو داریم من نماینده شما هستم مردم و بیاید مثلا به من کمک کنیم ما دور بزنیم اون روندهای دموکراتیکو و این اتفاق توی بعضی کشورها افتاده باز در موقع بحث اینکه اساسا میگه که همین همین در ادامه هم میگه تمایل مردم به دموکراسی تضعیف شده در اثر ناامیدیشون از عملکرد دولت های دموکراتیک که بتونن مسائل رو حل بکنن و از اون طرف تمایل به آلترناتیف های غیر دموکراتیک به وجود اومده و گسترش پیدا کرده کلن اعتماد به دموکراسی و نهادهای های دموکراتیک برای حل مشکلات کم شده و ایده های غیر دموکراتیک مثلا تکیه بر تکیه بیشتر بر تکنوکراسی در حکمرانی و تصمیم گیری توسط افراد غیر منتخب اینا ایده ها هستن که رو به رشد هستن حالا من کلیت این بحث رو که کردم در واقع چند تا نکته اصلی که میخواستم بگم همین هستش که ما اولا که یک ضرورت پیدا کرده که دوباره ما از دموکراسی دفاع بکنیم یعنی اگر یه زمانی ما فکر می‌کردیم که اکثریت نخبگان مخالف جمهوری اسلامی حداقل در کلام با دموکراسی موافقن الان ما نشانه هایی که این اتفاق اینجوری نیست یعنی بعضی آدما میان صراحتا میگن 10 سال 20 سال انتخابات تعطیل شه یا انتخابات هم اگه هست مثلا فلانی و فلانی و این گروه و اون فکر رو اینا باید محروم باشن بنابراین یک ضرورتی دوباره پیش ما باید دفاع کنیم از دموقراسی. هم بین نخبگان هم ارزش های دموکراتیک در جامعه تضعیف شده یعنی اینکه چقدر مردم اعتماد دارن که یک حکومت دموکرات میتونه امنیت برقرار کنه چقدر اعتماد دارن که یک حکومت دموکرات میتونه اوضاع اقتصادی معیشتی اونها رو بهبود ببخش. اینا خیلی داره به نظر من, من میفته تو جامعه چقدر مردم فکر میکنن که نه باید کار اصلا دست تکنوکرات های غیر منتخب باشه کار اصلا دست یک ابرمردی باشه که دیکتاتور صالحی که بیاد و اصلا احزاب و اینا همه برن کنار و مسائل کشور رو حل بکنه اینا جاهای اون گلوگاه هاست که ما باید روش کار بکنیم و بعد یه فکر دیگه حالا بیایم فرض کنیم اساسا واقعا جمهوری اسلامی افتاد و اولش هم اصلا یه شرایط نسبتا دموکراتی در ایران شکل گرفت مثل تونس نشین واقعا تونس یکی از کشورهایی هستش که الان به نظر من باید خیلی بررسی بشه خیلی راجع بهش خونده بشه چون تونس این اتفاق افتاد گزاره به دموکراسی رخ داد ولی هفت سال هشت سال نخبگانی که بعد از اون شرایط اومدن عاجز از حل مسائل کشور بودن یعنی اوضاع اقتصادی خوب نشد مردم بعد از یه مدتی گفتن اصلا ما وقتی من توی تامین معاش اولی هم بودم دموکراسی میخوام چه کار کنم حالا که این وسط یه پوپولیستی مثل همون قیس سعید میاد اصلا میگه که آقا نخبگان همه فاسدن احزاب همه فاسدن میاد کمپین میکنه اقبال بالا بهش میشه رئیس جمهور شد بعد هم مجلس رو منحل کرد نخست وزیر رو برکنار کرد قانون اساسی رو عوض که اصلا قانون اساسی الان یعنی وحشتناک یعنی تبدیل به شرایطی شده که عملا همه کار میتونه آقای قیس سعید خودش انجام بده و یک دیکتاتوری یک نفره در واقع اونجا ایجاد کردش و اینا خطرات پیش پای ما هست. یعنی اینکه ما اگر حتی فرض کنیم که جمهوری اسلامی که در ابتدای دموکراسی ایجاد بشه اون ابتداش مهمه که چقدر اول بار روی این کار کنیم که ارزش‌های دموکراتیک و مردم قبول داشته باشن نخبگان در واقع بهش متحد باشن که همون اول کار نزنه در واقع یک سیستم اقتدارگرا ساخته بشه ولی حتی اگر این اتفاق نیفته بعد چند سال یه پوتین بخواد در بیاد از دل شرایط بعد چند سال بخواد یه قیس سعید از دل قضیه در بیاد به هر حال ما میدونیم مثلا در مقابل پوپولیسم مردم ما هم مردم خیلی تجربه خوبی نداشتیم احمدی نژاد اومد همین کار رو به یه شکلی کرد نماد مثلا نخبگان فاسد رو کرد رفسنجانی خودش شد نماد مردم مثلا از این طریق رای حتی 88 میر حسین موسوی رو کرد نماینده رفسنجانی و انگار که هنوز قدرت اصلی مثلا رفسنجانی داشت که خودش در واقع پشتیبانی اون هسته سخت قدرت رو داشت و اینا به حال جایی هستش که میتونه گلوگاهای ما باشه از الان باید راجع به فکر کرد از الان باید راجع آمادگی داشت و اگر نداشته باشیم و اگر از الان روی اون جزئیات دموکراسی کار نکنیم چون دموکراسی وقتی میگیم یه حرف خیلی کلی میشه ولی میبینیم آقا پنج تا گروه داره به همه اون گروهاش فکر کنیم زیر گروه ها, زیر شاخص ها بعد هر کدوم اونا ده تا 20 تا اجزا داره تک تک اینا رو کار بکنیم راجع به اینا مطلب تولید کنیم راجع به اینا محتوا تولید کنیم راجع به اینکه چه جوری میشه اینا رو در واقع در آینده ایران حفظ کرد توسعه داد فکر کنیم راجب اینکه چطور اون بخشی که مربوط به فرهنگ هست رو بتونیم تو مردم گسترش بدیم از همین الان کار بکنیم اینا به نظر من وظایفی هستش که گروه های سیاسی که واقعا دغدغه دارن راجبه دموکراسی باید راجبش کار کنن و عمل کنن و فکر می‌کنم این خودش میتونه به ما دستور کار و چشم‌اندازی بده برای فعالیت‌های بعدیمون من صحبتم اینجا تموم شد در خدمتون هستم اگر کسی بخواد حالا نکته ای بگه یا سوالی اگه باشه منم نیاز باشه صحبت کنم هستم همچنان.